شانزدهم اردیبهشت ماه 1359 خورشیدی و همزمان با روز زن که به مناسبت تولد دختر پیامبر اسلام نامگذاری شده بود، روزنامه اطلاعات از صدور حکم اعدام فرخرو پارسای خبر داد. دو روز بعد که روزنامه اطلاعات اجرای حکم اعدام را تایید کرد، روزنامه کیهان هم از تیرباران خانم پارسای خبر داده بود. اعدام خانم پارسای یک نمادی بود، در واقع یک مسیج یا یک پیغام یا یک پیامی بود که به زنها بگن که این جواب شماست. این که یک به اصطلاح نماد پیشرفت و تجدد یا آزادی زنها بوده در ایران، اینو ما اینطوری از بین بردیم. فرخرو پارسای اولین وزیر زن در ایران بود که از سال 47 تا 54 خورشیدی عهده‌دار وزارت آموزش و پرورش در دولت‌های دوم و سوم امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت بود. نیم قرن پیش از انتخاب خانم پارسای به مقام وزارت در ایران و در اواخر دوران قاجار، زنان ایرانی از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بودند. در ابتدای قرن بیستم در واقع حرکت زنان بیشتر در زمینه گسترش آموزش بود، برای اینکه احساس می‌شد که مهمترین راه تشویق زنان به مشارکت و استفاده جامعه از مشارکت زنان این بود که اونها آگاهی بیشتری پیدا کنند و سواد در درجه اول و آموزش‌های عمیق‌تر و طولانی‌تر. در چنین شرایطی فخرالدین و فخرآفاق پارسای، پدر و مادر فرخرو، برای برابری حقوق زن و مرد تلاش می‌کردند که از اهداف انقلاب نافرجام مشروطه هم بود. فخرآفاق پارسای و همسرش فرخرو پارسای از نخستین زن و شوهرایی بودند که اینا با هم شروع کردن به فعالیت اجتماعی و فرخرو پارسای خیلی قشنگ همراه همسرش بود. یک نشریه منتشر میکرد، نشریه کم ورق ولی پر ارزش، در اون اشاره کرد که تحصیلات برای زنها واجبه، دخترها بود به مدرسه برن. به همین مناسبت هم مجله رو توقیف کردن و هم خود ایشون رو. و دولت وقت در اون روزگار اون رو تبعید کرد به اول مشهد، خراسان، و شوهرش هم ازش جدا کرد، تبعید کرد به رشت. فرخرو 13 اسفند سال 1301 خورشیدی، هنگامی که خانواده پارسای در تبعید زندگی می‌کرد، در قم به دنیا آمد. مادر بزرگم به قول معروف زگهواره تا گور دانشجوی بود و حتی در سالهای مثلا 70 سالگی 75 سالگی تازه شروع کرده بود مثلا از روی دایرکت متد انگلیسی یاد گرفتن. یعنی همیشه یک کتابی دستش بود، میخوند. پدر بزرگم هم واقعا مرد آزاده، واقعا مرد آزاده. با آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی و لزوم مدرن سازی ایران در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، مشارکت زنان در این عرصه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کرد. مادر دکتر فرخرو پارسا، اونها در شرایط خیلی مشکل‌تر بودن، چند نفری که این فعالیت ها رو کردن، و خیلی زنان دیگر ایران، زنان در اون موقع فکر میکنم در همه جای دنیا مجبورن بیشتر از مردان فعالیت و کار بکنن، برای که طبیعتاً در تمام دنیا یه فکرهایی هست که خب مردا بهتر از زنان میتونن کار بکنن. نتیجه اون تلاش ها ایجاد دانشگاه تهران بود و بعداً دانشگاه‌های دیگه، و در واقع مشارکت زنان در آموزش عالی که بعد راه رو باز کرد برای مشارکت سیاسی زنان و بعد برای تلاش برای حقوق کامل.
یک سال بعد از تأسیس دانشگاه تهران، اقدام به کشف حجاب در سال 1314 خورشیدی توسط رضا شاه نقطه عطفی در برابر جامعه رو به تحول ایران بود که موافقین و مخالفین آن را در برابر هم قرار داد. در تمام سطوح واقعا زنان ایران فعالیت میکردن و یادم هست که در بعضی خانواده ها شاید براشون خوب نبود که زن خانواده در بیرون کاری بکنه، ولی به یک زمانی رسیده بودیم که خانوم هایی که کار رسمی نداشتن ناراحت بودن که هیچ کار نکنن، کارهای فرض کنی خیریه میکردن یا کارهای به صنایع دستی میرسیدن، همه به یه شکلی فعال بودن. یکی از مادر و دخترانی که واقعا روی تاریخ ایران اثر گذاشتند این مادر و دختر بودند و من از تجربه خودم میدونم که تا چه حد زنان خانواده مهم هستند در شکل دادن به هم دید فرزندانشون و هم تعهدی که اونها پیدا میکنن برای تغییر جامعه به طرف حقوق مساوی، به طرف آگاهی و غیره. This was at the time when British and Soviet troops were entering Tehran. There was no resentment by the Persians who got on well with the troops. The pro-Axis element had disappeared with the abdication and departure of the Shah. اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم توسط قوای روس و انگلیس در شهریور ماه 1320 پایان دوران سلطنت رضا شاه و آغاز حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود. He took the oath and signed his name for the first time as Shah of Persia. سال 1321 خورشیدی خانم پارسای بعد از اخذ مدرک لیسانس از دانشسرای عالی به تدریس در دبیرستان‌های تهران مشغول شد. فرخرو پارسای به مدت 2 دهه به تدریس در مدرسه ژاندارک و مدیریت دبیرستان رضا شاه کبیر مشغول بود. صحبت از دکتر فرخرو می‌کنی طبیعتاً من با خاطره ها برمیگردم به مدرسه ژاندارک. درست است که باید بیش از نیم قرن به عقب بریم، برای که در اون موقعی که ایشون معلم من بودن من فکر می‌کنم در حدود 12، 13، 14 سالم بود و خوب اون کلاس رو یادم هست، محیط مدرسه رو یادم هست و خانم فرخرو پارسا معلم خیلی خوبی بودن از نظر اینی که طوری تدریس میکردند که شاگردا میفهمیدن و خب برای من به خصوص زیست شناسی رو علاقه داشتم، طبیعتاً برام درس خوبی بود. هم جدی بودن ولی هم طرزی با شاگردا رفتار میکردن که ازشون نمیترسیدیم، چون بعضی معلم ها همطور که میدونید طوری رفتار میکردن که آدم میترسید ازشون. هر کس که دیر میامد، 5 دقیقه دیر میامد، نیم نمره از نمره انضباطش کسر میشد. این قانون بود. معدل من تقریبا 19 بود، یعنی واقعا همه نمرات خوبی داشتم. نمره انضباط من 0 بود. و بعد من کارنامه رو که بردم پدر مادرم تعجب کردن، صفر چیه تو این کارنامه؟ بریم صحبت کنیم شاید صفر رو مثلا یه کمی تغییرش بدن. پدرم رفته بود و بعدم خانم پارسا من صدا کرد که بیا تو دفتر. پدرم گفت اگه میشه یه ارفاقی بکنید که صفر تو کارنامه نباشه. بالاخره خانم پارسا گفتن که میشناسمش، میدونم بچه زرنگیه، چون درسش خوبه من میخوام 12 نمره بهش ارفاق کنم. من و پدرم هر دوتا حیرت زده که اصلا انتظار این همه ارفاق نداشتیم. ما آمده بودیم مثلا 3-4 نمره مثلا لطف بکنن، 12 نمره و هنوز خوشحالی ما تموم نشده بود. ایشون گفتن که خب من این 12 نمره رو ارفاق کردم که شیرین نمرش بشه 0، برای اینکه اگه میخواستم قیمت ها رو حساب بکنم تازه میشد منهای 12، اما چون بچه خوبیه ارفاق کردم و 0 داشتم. این نمره هم عوض نمیشه، همینه که هست، اما در مدل هم حساب نمیشه. یعنی این فقط برای این است که
شیرین بداند برای موفقیت در زندگی فقط تلاش کافی نیست. انضباط و دقت در برنامه ها را مهم بود. ولی آدم با یک بی برنامگی و با یک شلختگی همه چیز از دست میده. حرف بسیار درستی بود. واقعا زبان من و پدر رو بستن با این حرف دیگه. واقعا هر کلام آخر بود. خان پارسا خان معلم به تمام معنا بود، می‌دونید؟ یعنی نحوه لباس پوشیدنش، نحوه راه رفتنش، نحوه صحبت کردنش آدم رو متوجه می‌کرد که این یک شخص جدیه و یک معلمه و یک معلم با تعهد، می‌دونید؟ خیلی برای یه زن جوونی که مثل من که تجربه نداشت و تازه وارد کار شده بود قابل احترام و قابل ستایش بود. یعنی درستم بود که تقریبا همه مادرها اگه میخواستن یه نمونه بدن که چی میخوان دخترشون باشه خان پارسا رو میدادن. هم مادرم هم مادر بزرگم مخالف بی بند و باری بودن. اصلا مینی ژوپ اون موقع مد بود، حق نداشتیم ما بپوشیم. گفتن که نه، یا روپوشای مدرسه همه یکسان شده بود. و مادر بزرگم مثلا وقتی که ما یه لباس کوتاه‌تر می پوشیدیم بهمون ایراد می گرفت، که بعد من بهشون گفتم که خودتون کردین. گفت نه، من این کارو نکردم، من کاری کردم که راه باز شه، شماها بتونین درس بخونین، مفید باشین برای جامعه. دهه 1340 خورشیدی با تشکیل حزب ایران نوین، همکاری سیاسی فرخرو پارسای با امیرعباس هویدا شکل گرفت که در دو دهه آینده سیاسی هر دو نفر و ترقی آنها بسیار مهم بود. با آغاز انقلاب سفید در ایران و اعطای حق رأی به زنان ایران بود که در سال 1342 خورشیدی خانم پارسای به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای ملی انتخاب شد. اون نقش احتیاطگرانه خودشو همیشه داشت و همیشه پیام‌هایی که میداد پیام‌هایی بودش که آروم بشین، ما وضع بهتری خواهیم داشت، ولی با آرامش. چون وقتی که اولین دوره زنها رفتن به مجلس، که خانم پارسا باز اولین زنی بود که وکیل مجلس شد، یعنی بعد از اون 7 زن دیگه آمده بودن با هم، من یادمه که من یه تیتر زدم تو مجله زن روز، 7 زن خاموش 7 کرسی بی‌ثمر. یعنی حتی انقدر از اینا متوقع بودیم، در همون ماهای اول فکر میکردیم که اینا بایستی برگردن و خیلی تندتر از این که الان هستن پیش برن، در حالی که اونا زنهای تجربه دار و دنیا دیده‌ای بودن هستن. و در این موقعیت من میدیدم که خانم پارسا همیشه اون مادس بودن و احتیاط خودش رو به هر فرمی بود همیشه حفظ میکرد. ما نسل جوان افراطی بودیم، ما اصلا میخواستیم که واقعا تمام دیوارها رو بشکنیم باز جلو بریم. اونقدر هم که پادشاه محمد رضا شاه یا رضا شاه شکسته بودن رفته بودن برای ما کافی نبود. روزی که آمده بود مدرسه که خداحافظی کنه با همه، بچه ها دورش جمع شده بودن و همه شعار میدادن چرا میری؟ مگه ما رو دوست نداری؟ مگه ما رو دوست نداری؟ این شعار دست جمعی رو که خانم پارسا شنید، چشماش پر اشک شد. گفت من چون شما رو دوست دارم از اینجا میرم، برای اینکه باید جایی باشم که بهتر و بیشتر بتونم آینده شما رو تامین کنم. و اون مجلسه با قوانینی که میگذرونیم شما بهتر زندگی خواهید کرد. یه نمونه هستن برای تمام زنان ایران و نه تنها برای زنان، برای مردان ایران هم همینطور. برصد به عنوان یک زن، به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان. خانم فرخ رو هم بسیاری از مشخصات مادرشون داشتن و علاوه بر اون خب در دنیای جدیدتری تلاش میکردن، آموزش های جدیدی دیده بودن و واقعا خب یک رهبر فوق‌العاده برای زنان بود. خانم دکتر پارسا تا جایی که من اطلاع دارم تلاشاش برای احترام بیشتر به جامعه زنان
برابری زن و مرد، استفاده از امکانات قانونی برای زنها در مقابل مردها بود. تشکیل دوره 21 مجلس شورای ملی در تاریخ شهریور ماه 1342 خورشیدی اهمیت زیادی در آینده سیاسی ایران ایفا کرد. یکی از مهمترین این اتفاقات در آن دوره راهیابی اولین نمایندگان زن به مجلس شورای ملی بود. اتفاق مهم دیگر تصویب لایحه کاپیتولاسیون در تاریخ 21 مهر ماه 1343 بود. به دنبال تصویب این لایحه بود که آیت الله خمینی سخنرانی تندی علیه حکومت پهلوی انجام داد. همین سخنرانی موجب تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و سپس عراق شد و 3 ماه بعد در روز 1 بهمن ماه 1343 حسن علی منصور نخست وزیر ایران توسط طرفداران آیت الله خمینی ترور شد. ده روز بعد از ترور منصور بود که محمد رضا شاه امیرعباس هویدا را که عهده‌دار وزارت دارایی بود به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. نخست وزیری هویدا ادامه فعالیت سیاسی خانم پارسای را نیز دچار تحول کرد تا وی از مجلس شورای ملی به معاونت وزارت آموزش و پرورش منصوب شود. شهریور ماه 1347 خورشیدی خانم پارسای به عنوان اولین وزیر زن در ایران در کابینه امیرعباس هویدا انتخاب شد. تلفن ما خراب بود و مادرم هم الان که فکر میکنم میبینم اصلا منزل نبود، دفترش هم نبود. موقع خب معاون وزیر بودن دیگه. ماشینی آمد و دم خونه و یادداشت داد که به مادرم بگیم که فورا ما دفتر نخست وزیری تماس بگیرم. خلاصه مادرم اومدن منزل و ما اینو بهشون دادیم، گفتن حالا که تلفن خرابه من چکار کنم و اینا. خلاصه رفتیم توی سلطنت آباد قدیم که الان پاسداران بهش میگن، اونجا یه تلفن عمومی به دفتر نخست وزیر زنگ زدن و گفتن که باید فردا 10 صبح دفتر کاخ سعدآباد باشین که معرفی بشین از طرف وزیر آموزش پرورش. مادرم اومدن منزل، من گفتم چی بود با این عجله باید میرفتین و اینا؟ گفتش که آره صدات نباید در بیاد ولی یه همچین چیزیه و من فردا قرار برم اونجا و اینا و الان رفتم بالا و لباسی که قبلا داشتم اینو پوشیدم و میبینم دیگه اندازم نیست و اینا و الان نمیدم فردا دیگه لباس مشکی و اینا ندارم که بپوشم. من یه دوستی تو خیلی صمیمی داشتم که مادرش تقریبا هیکل مادر من بود، گفتم بذاری من به اون زنگ بزنم ببینم اون لباس رو میتونیم بگیریم و اینا و اونجا اون لباس گرفتیم آوردیم و یه ذره پایینش رو کوتاه بلند کردیم و اینا و خلاصه با اون لباس تونستم برن که برای شرفیابی و به این صورت برن. زنان اون چیزی رو که خانم پارسا، مادرش فخرآفا و مادران بقیه‌مون می‌خواستند و زحمت کشیدند و به وجود آمد، موندنی شد و دوباره خودش رو منعکس کرد و این دنیا رو به طرف یه دنیای دیگه پیش می‌بره. یعنی دنیایی که درش زنان فقط 1% از کارا و مدیریت رو نمی‌خوان، اونا می‌خوان که در شکل دادن به این جهان نقش داشته باشن و با مردان و اون خیلی مهمه و این چیزیست که خب خانم پارسا در کابینه این نقش رو داشت دیگه. یه دونه زن بود با 20 مرد و با
میدونین یک دیگنیتی عجیب و غریب واقعا فوق‌العاده به نحوی خودش رو نشون میداد و صحبت میکرد و کار میکرد که احترام همه رو برمی‌انگیخت و این چیزی است که در واقع یک هدیه ای است برای مردم ایران که همیشه موندنی خواهد شد. به دنبال انقلاب سفید شاه بود که نیروهای مذهبی در ایران به پشتوانه بیش از 1000 سال نهادینه شدن جایگاه خود در میان مردم همچنان در برابر هر گونه تغییر به شدت مقاومت می‌کردند. جزئی در کنار تعلیمات کلی که خانم پارسا و سایر زنان آگاه منتقل میکردن این بود که دخترها متکی به نفس باشید، سر پای خودتون بیستید، حقتون رو بشناسید، دنبالش برید، هیچکی به شما حق نمیده، حق گرفتنیه. سالی که گذشت سال تحقق یافتن بخش مهمی از هدفهای نظام جدید آموزش و پرورش کشور و توجه بیشتر به کیفیت‌های آموزشی این نظام بود که با وجود مشکلات فراوان اما به علت استحکام پیوندهای ملی و میهنی عوامل اجرایی با رهبری قاطع و استوار آن شاهنشاه عظیم الشان با موفقیت به انجام رسید. سپاس سپاهیان دانش دختر را از دریافت درجات نظامی با توجهات و عنایات خاصه شاهنشاه آریامهر به پیشگاه مبارک جاوید شاهنشاه پاینده ایران. شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران، این بود گزارش سال تحصیلی که به وسیله وزیر آموزش و پرورش در عرض پیشگاه پاینده. خانم پارسا مهمترین نقشش به نظر من در اون دورانی که ایشون در سمت وزارت به خصوص و حتی قبلش به عنوان رئیس مدرسه، ایشون نقشش در این بود که یک شکل بده به اون تصویری که یک زن موفق و متعهد ایرانی چی باید باشه و این یه نمونه فوق‌العاده‌ای بود. یعنی بعضی از این حرکت‌های اگزاجره‌ای که بعدها پیش آمد ایشون اصلاً اونها رو تصویب نمی‌کرد و خیلی کمک بود که افراد یک تصویری از زن مدیر و موفق ایرانی داشته باشن. Iran has a revolution on her hands. It's been going on now for more than 10 years, but not a drop of blood has been spilt. In fact, it was started by the Shah himself. So the Iranians call it the King's Revolution. It's not every day that a revolution is started by the ruler of a nation, but that's precisely what His Imperial Majesty did. He decided it was time that Persia joined the 20th century. تلاش‌های خانم پارسای برای اصلاح شیوه‌های آموزشی در دوران وزارتشان، خصوصاً درباره دختران دانش آموز، به رویارویی وی با روحانیون مذهبی در ایران منجر شد. دو تا چیز خیلی مهمه که در زمان مادر اجرا شد. یکی سپاه دانش بود که خب مادر یک دوره های 6 ماهه گذاشت که خیلی از خانوما رو دختران رو تربیت بکنه برای این و به عنوان معلم بفرستن به شهرهای کوچیک. خب این خودش یک قسمتی از انقلاب سفید بود، ولی خب طرح اجراییش بعد از طرف وزارت آموزش پرورش انجام میشه. مدارس عشایری خب باز کردم برای اینکه عشایر واقعا مدرسه نداشتن، معلم نداشتن
و خیلی از این دخترهای اشایر را آوردن تعلیم دادن. فهمیدن؟ کاری که این دخترها میکردن فوق‌العاده بود. همینطور که میدونید در روستاهای ما بعضی جاها مشکل بود که دختران رو بفرستن برای مبارزه با بیسوادی در کلاسی که مردی تدریس میکنه و به هر صورت برای زنان روستاهی جاهای دیگه خیلی راحت‌تر بود که درد دل با یه زن دختر جوان بکنن تا یک مرد. و اونجوری که یادمه در یکی از سفرهام در شیراز در دانشگاه پهلوی شیراز بود که با دانشجویان غذا میخوردیم در نارخوریشون، دخترها اونجا به من گفتن که چرا پسرها فقط این کارو میکنن، چرا ما نه؟ و من یادمه که این پیغامو به علازت رسوندم و از اون به بعد دخترها هم که وارد سپاه ها شدن. تشویق دخترها به تحصیلات، تحصیلات عالیه، در واقع حرکتی به طرف آزادی زنها و گرفتن حقوق بیشتر بود که ایشون خیلی این کار رو تشویق میکرد، خیلی به ایشون دخترها کمک میکرد، راهنمایی میکرد و در دورانی که اونجا در مدرسه بودش مرتب یا مثلا تشکیل اردوهای مثلا تابستانی، اینها مثل کفر واقعی بود در نظر آخوندها، از نظر مذهبی. و دشمنی هایی که پیش اومد به خاطر اینکه مادر من میگفتش که مثلا در مدرسه بچه ها باید یونیفرم بپوشن، تو مدرسه ما نه چادر داریم نه مینی ژوب، اینه که و این خیلی با مخالفت گروه روحانی مواجه شد. مسئله این بود که ایشون به قول خودش وزیر آموزش بود، وزیر زنان نبود، ولی تغییراتی که در کتاب‌های درسی دادن فوق‌العاده مهم بود و در شکل دادن اون تعهد زنان به تغییر و از تغییر فرهنگ. و به هر حال در اون دوران، در 10 سالی که من در سازمان زنان و بعد در دولت بودم، بر اساس اون چی که قبل از ما انجام گرفته بود، یعنی زمینه حاضر شده بود، یک نوع آگاهی در بین زنان به وجود آمد، یک نوع امکان تجهیز و تشکل به وجود آمد که این چیزی نیست که کسی فراموش کنه. دخترها دوشا دوش پسرها تو شهرهای دور، جاهای دور، هیچ اتفاقی نیفتاد. من چندین یادم که روستا و دهکده رفتم و میدیدم که چطور از این دخترها استقبال میکردن، چطور روستاییان از این دخترها استقبال میکردن، اینا رو قبول داشتن به عنوان سپاهی بهداشت، سپاهی دانش. و خانم پارسا کسی بود که میخواست جامعه با حفظ سنت های خودش، سنت های نه سنت های بازدارنده، سنت هایی که پیش رو و امکان پیش روی میده بزن، میخواست که جامعه رو به جلو ببره، ولی افرادگرا اصلا نبود. با افزایش قیمت نفت در سالهای ابتدایی دهه 50 خورشیدی و با قدرت گرفتن بیش از پیش محمد رضا پهلوی بود که عملاً بسیاری از تصمیم‌های کلان در جامعه توسط شخص اول مملکت گرفته می‌شد و هیئت وزیران و نخست وزیر در واقع به مجریان دستورات شاه تبدیل شده بودند. می‌گفت همه چی در حقیقت باید از بالا بیاد، دستور، بدون اینکه نظر خواهی بشه، چه در لوجستیکش یا برنامه ریزیش و تعداد آدمایی که لازمه، همه چی. مثلا یکی از علت کنارگیری یا چی میگه اخراج، حالا هر جوری بود، اونو من واقعا نمیدونم کدومش بود. خب همین مثلا برنامه تغذیه رایگان بود که من یادم با مادرم توی ماشین بودم، صبح رادیو ساعت 7 داشت میگفتش که، حالا میگم جمله هایی که یادم نیست، ولی اعلیحضرت دستور تغذیه رایگان رو دادن که از مثلا ماه آینده اجرا بشه. مادرم یه نگاهی به من کردن، گفتن که کاش که من هم میدونستم.
اینو اون موقع هم وزیر بودن. خانم پارسایی در سال 1354 خورشیدی از وزارت آموزش و پرورش کنار گذاشته شد و مدیریت مؤسسه فرهنگی فرح پهلوی در جنوب تهران را عهده‌دار شد. معمولا خانم پارسایی کسی بود که حرفش رو خیلی رک می‌زد. حتی در مقابل ولادت اشرف، در مقابل زنهایی که در جامعه همیشه حرفاشو میزد، به معنایی که من میگفتم به قول معروف یک کنتستاتور آدمی است که نقد میکنه، راه هم نشون میده. و شما این احوال رو خیلی تندتر بعد از اینکه از وزارت افتادن و در سال 55 یادداشتایی که شروع میکنن بنوشتن، شما میبینید که این خانم چقدر تند برخورد میکنه و شروع میکنه به انتقاد کردن، طوری که اونایی که خب طرفدار حکومت پهلوی دوم بودن میمونن چطور این خانم که وزیر اون حکومت بوده اینقدر تند جامعه رو مورد انتقاد قرار میده و کارهای دولت رو مورد انتقاد قرار میده. مثلا یه آقایی بود که آقای بهنام که معلم شیمی بودن و خیلی هم آقای خوبی بودن و اینا، ولی عقیدهشون متفاوت بود، چپی بودن، نمیدونم چی بودن، یادم نیستش، نمیدونم. منتها اینو همیشه میومدن و برای شیش بهمن و نمیدونم این مراسم چیز میکردن، میبردن مثلا زندان و این صحبت ها. مادر یکی از دلایل مخالفتش همین بود. چه دخالتی واسه ما تو مدارس داشتیم؟ اگر ما میخواستیم کسی رو دستگیر بکنیم امکان نداشت که مقاومت بکنیم. هیچ کدوم از این مقامات امکان نداشت اونا مقاومت بکنن. مثلا بگم نه نمیذارم. ما که بی خودی که کسی دستگیر نمیکرد، مگر اینکه کسی که گروه چیزی بوده قرار بود دستگیر بشه. اصلا خانم پارسایی چی نخوشده، چه جرأتی داشتن که بگن ما نمیذاریم؟ محمد رضا شاه همیشه علاقه به خانم پارسا داشت برای کارهاش، برای انجام کارهاش، ولی از اون طرف هم درموند وقتی که یه دوره از همین مذهبیون و همین ساواکی‌ها شروع کرده بودن به نامه نوشتن، نامه نگاری بر ضد خانم پارسا. حتی همکارای خود خانم پارسا باعث شده بودن که نامه هایی می نوشتن که یه روز پادشاه صداشون میکنن، میگن که من چی کار کنم از دست این نامه ها. در حالی که بیشتر این نامه هایی که انتقاد میشد میکردن از خانم پارسا نامه هایی بود که ساختگی بود و بیشتر هم خود ساواک باعث میشدش که این نامه ها نامه نگاری بشه و سعی کنن که این خانم رو از کار وزارت بردارن. در مجموع در مدیریتش به حال اشکال پیش اومده بود. تنها چیزی که باش مسئله داشتیم نبوی نامی بود، مدیر کل فرهنگ استان مرکزی، مأمور ساواک بود ولی آدم شارلاتانی بود و ما میگفتیم اینو یه موقع مأمور بود فلانته، چونتیم بردار بر نمیداشت از این چیزای کوچیک. مخالف تک حزبی بودن و میگفتن که چندین حزب، یعنی چندین حرف باشه تو جامعه که بهترینش رو از هر کدوم آدم بتونه بگیره. اون موقع هم ایران و نوین همیشه جلو بود ولی باز اسمش دو حزبی بود. بله وقتی تک حزبی شد من یادمه که میگفتن که نه این عقیده خوبی نیست که تک حزبی باشه. با شعله ور شدن آتش انقلاب در سال 1357 بود که بسیاری از مدیران عالی رتبه دوران پهلوی از ایران خارج می شدند. اما خانم پارسای همچون هویدا ماندن در ایران را ترجیح داد تا در صورت نیاز پاسخگوی کارهای دوران وزارت خود باشد. من یادم که موقعی که انقلاب شروع شد و سینما رکس آبادان آتش گرفت، پدر و مادر من از امریکا یه مسافرت دیگه باز نشسته بودن و رفتن میامدن و اینا و آمدن لندن و ما خیلی اصرار کردیم که نیاییم، بر نگردیم، اینجا
خبری نیست، دم حکومت نظامیه، نه کسی میره نه کسی میاد، شما بهتره همونجا ببونین و اینا. و که هر دوشون گفتند نه، یعنی چی، ما بچه هامون تو تهرانن، ما اینجا ببونیم و اینا. و خب پدر من هم سپهبد بود، اونم رئیس اتکا بود، ولی خب آمد. کاری نکرده که بارها براش، حتی یه بارم بیاد و قبل از انقلاب میاد به انگلستان. وقتی 17 شهریور از ایران میامدم بیرون، رفته بودم برای اینکه برم یه مقدار گزارش تهیه کنم، از ایران میامدم تو فرودگاه دیدمشون. خانم پارسا رو در فرودگاه دالاس دیدم و بهشون گفتم که اصلا وقت رفتنی، از همینجا برگردیم بریم منزل ما. گفتن که نه، من کاری را کردم که من تمام زندگی یه خونه دارم و 50,000 تومان پول، اونا میخوان یه نظام بگیرن، من کاری نکردم، من باید برم جوابگوی کارهام باشم در اونجا. و برگشت به ایران. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب ایران در روز 22 بهمن ماه 1357 و با قدرت گرفتن روحانیون، اعدام سران سیاسی و نظامی دوران حکومت پهلوی توسط انقلابیون تندرو مسلمان آغاز شد. هیچ کی فکر نمی‌کرد بابا دکتر مجیدی که رئیس ما بود شده بود رئیس به بنیاد شعبان فرهنگ، همچی چیزی ایشون شده بود اونجا مدیر عاملش یا همچی چیزی. بابا رفتم دیدنش اون موقع و ایشون گفتش که خانم پارسا کجا سلام؟ گفتم که تو خونش. گفت یالا مثلا، یعنی به ما هم مثلا چیز کنید. باور نمی‌کردن که ایشون واقعا حال این دوره که من میگم دوره آموزگاره، البته دوره‌ای بود که تا شلوغیاب در جریان بوده. هم پدر من هم مادر من ایرانو خیلی دوست داشتن، یعنی میگفتن که وطنمونه و جای دیگه ما نمیتونیم زندگی بکنیم. فکرم نمیکردن که به اینجا کشیده بشه. پدر من که اصلا بعد از فوت مادرم هم حاضر نشد جاشو عوض کنه و بیاد امریکا و اینا. دیگه وقتی که برادرم فوت کرد و من اومدم این طرف، پدر تنها شد و اومد این بر به اجبار، ولی دوست نداشت. یعنی همیشه فکر ایران بود با وجود همه سختی هایی که کشیده بود. مادر منم هم همینطور، یعنی میگو وطنمه کجا برم. اعدام هویدا زنگ خطری برای زندگی خانم پارسای در تهران بود. We had this revolution and the revolution has succeeded to overthrow the old regime and the slogan of the revolution has been the Islamic Republic. انقلابی که در سال 57 اتفاق افتاد اسمش انقلاب اسلامی نبود،
انقلاب مردم بود علیه زنان. ما تمام حقوقی رو هم که طی سالهای گذشته به دست آورده بودیم از دست دادیم. وقتی که 22 بهمن به نتیجه رسید، من در مرداد ماه بعدش آمدم امریکا با بچه ها. مادرم در این فاصله یه مدت زیادی منزل خودش بود. این یه چیزی بود که اینا باور نمی کردن. بنابراین تو خونه من و فرخ می ریختم، تو خونه برادرم می ریختن. فکر نمی کردن که مادر اصلا تو خونه خودش بمونه. ایشون به من گفتن که تو برو آقای برقی رو ببین و به ایشون بگو من چیکار کنم. آقای برقی اون موقع شده بود مدیر روزنامه جمهوری اسلامی که تازه تأسیس شده بود. حزب جمهوری اسلامی داشت درست میشد و من رفتم و ایشون گفتش که شما چیکار دارین؟ من گفتم من فلان کس هستم، از طرف ایشون اومدم اینا. خواستم بدونم که واقعا ما چیکار کنیم، اینه میشه ایشون یه پاسپورتی تهیه بکنیم که برای یه مدتی خارج بشن از ایران. ایشون برگشت گفتش که از قول من بریم به ایشون بگیم بره توی سوراخی قایم بشه هر جا، من پاسپورت اینا نمیتونم تهیه کنم، ولی ایشون بگیم بره تو هر سوراخی میتونه قایم بشه، اگر دست اینا به ایشون بیفته میکشنش. این همه حرف رو به من زد. این گروه آخوندی، گروه اسلامی در اون روزها، ببینید اون روزها روزهایی بود که خمینی قبلا در پاریس گفته بود ما هیچ حجابی نه، هر کی هر جوری میخواد باشه. روزنامه های اون روزها رو اگه ببینید نگاه کنید همه میگن هیچ حجاب اجباری وجود نداره. کسی اصلا صحبت هنوز حتی به کارمندان دولت که زنها و کارمند دولت بودن ابلاغ نشده بود که باید مثلا با حجاب بیان سر کار. یعنی یه همچین محیطی هنوز بود. انقلابیان که به قدرت رسیدند در همون ماهای اولشون دادن دشمن حقوق زن هستن. زن رو فقط برای لذت شهوانی میخواد. به همین دلیل جز اولین قوانینی که تصویب کردن این که یک مرد میتواند 4 همسر بگیرد الا ماشاءالله صیغه داشته باشد. یعنی چی؟ قبل از اینکه راجع به مسائل اقتصادی کشور، مسائل سیاسی کشور بخوان تصمیم بگیرن، تصمیمشون این بود که 4 زن بگیرن. ببینین زنان رفتن و ملحق شدن به تظاهراتی که باعث سرنگونی رژیم شد، ولی فکرشون این نبود که دارن یک همچین رژیمی رو حمایت میکنن. فکرشون این بود که به طرف امکانات بهتر، مساوات، حقوق بشر دارن پیش میرن. برای همین بود که وقتی که حکومت اسلامی آمد و آقای خمینی اولین حرکتش این بود که قوانین رو منحل کنه و حجاب رو بیاره، 2 هفته بعدش 8 مارس در واقع اولین تظاهرات ضد رژیم رو زنان پایه‌گذاری کردن و برای آقایون باید بگم مدت‌ها طول کشید تا اون باور پیش آمد که این حرکت به جای نخواهد رسید. و همه اینها در اثر نسل‌هایی بود که کار کرده بودند، زحمت کشیده بودند، آگاهی آورده بودند و خب به خصوص اون اواخر به خاطر اینی که بر اساس تمام کارهایی که قبلا شده بود امکان این بود که سازماندهی و آگاهسازی وسیع‌تر انجام بشه.
در پی این بودن که خانم پارسا رو یه جوری اثر خودشون بردارن، چون افرادی مثل بهشتی خانم پارسا همه خوب و بدای اونا رو میشناخت و میدونست و حداقل میتونست که بعدا لوشون بده و بگه که خب شما هم این کارا رو کردین اصلا. بنابراین این چند نفر، یعنی 4 نفر بودن در وزارت آموزش و پرورش که بایستی تصمیم میگرفتن روی کتابای درسی یا چیزای دیگه، این 4 اینا همه شون بر ضد خانم پارسا در اومدن. بهشتی البته در آلمان که بود با نماینده ما تیمسار سرتیب دادستان که پسرخاله خود علازت هم بود خیلی دوست نزدیک بود. پدر ایران هم که اومده بود صحبت هم با خانم پارسا و خودمون با هنر رو نمیدم اینا همکاری از لحاظ کتاب های درسی و مطالب مذهبی در کتاب های درسی یه همکاری داشتن. این حکومت در سرلوحش بود که یه زنی رو از بین ببرن، یه سمبول همکاری با دولت و یه سمبول حکومت، یکی رو باید میکشتن میدونین اقلا، و ایشون متاسفانه اونجا بود و بالاترین سمت رو داشت و باید از بینش میبردن. حالا ممکن بود اگر آقای بهشتی با ایشون کاری نداشت، چون کتاب های درسی را آقای بهشتی درش خیلی نقش داشت، ممکن بود دیرتر پیش می آمد یا هرچی، ولی فکر می کنم یکی از این چند نفر زنی که شهرت داشتن و کار کرده بودن و به اصطلاح شناخته شده بودن باید از بین می رفت که یه نمونه بشه برای دیگران. آیت الله بهشتی از طرفداران آیت الله خمینی در سالهای دهه 40 و 50 خورشیدی بود که پس از انقلاب 57 به دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی رسید. وی که یکی از حامیان تشکیل حکومت اسلامی بود، ریاست شورای انقلاب را نیز عهده‌دار بود. بهشتی در اسفند ماه 1358 به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب شد و در 7 تیر ماه 1360 در جریان بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران کشته شد. روزی که گرفتنشون هم بازم خونه برادرم بودن. روز 28 بهمن 1358 فرخرو پارسای و همسرش احمد شیرین سخن به حکم دادستانی کل انقلاب و توسط پاسداران کمیته منطقه 4 مسجد قبا در منزل پسرشان در فرمانیه دستگیر شدند. میتونستن از اونجا هم فرار بکنن، برای اینکه دیوار خیلی کوتاه بود. حتی برادر من بهشون گفت از این دیوار شما بریم، منم میام و میریم از اینجا، یا اینکه بیایم بریم طبقه پایین، چون خونه 3 طبقه بود، بیایم بریم طبقه پایین آشنا هستش اونجا، ما اینا رو رد میکنیم برن و اینا. ولی دیگه مادر من خسته شده بود، میگفت نه، هر دوتا موضوع رو گفت نه، بذارین تموم بشه، بذارین ببینیم چی میشه تموم بشه. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در روز 2 اردیبهشت 1359 محاکمه فرخرو پارسای وزیر اسبق آموزش و پرورش و همایون جابر انصاری وزیر مسکن و شهرسازی کابینه هویدا را به ریاست آیت الله محمدی گیلانی آغاز کرد. اون چیزی که خیلی مشکل بود تحملش این بود که درست اینطور به نظر می رسید که خانم پارسا داره از خودش دفاع میکنه در یه چارچوب متفاوت، در یه مملکتی با نظم و با قانون و با عدالت. اون کسایی که حمله میکردن بهش و یا داشتن به اصطلاح دادگاهی میکردن، اونا کسایی بودن که توی دنیای دیگه بودن، اصلا اینا با هم هیچ نقطه هم گنی یا هم فکری نداشت، اصلا دو نوع دنیای متفاوت رو نشون میدادن. و خب این متاسفانه خیلی بعداً بیشتر واضح شد. حتی بعد از این همه سال گذشته اینا اینقدر گشتن که کسایی رو پیدا کنن که بیان خانم پارسا بد بگن، ولی غیر از چیزهای خیلی مسخره نتونستن چیزی پیدا کنن، چیزی نبود واقعا در دوران زندگی ایشون. خب یک زن تحصیل کرده بود، فعال بود، درست بود، زحمتکش بود، تمام کارهایی که کسی بکنه که در کارش موفق باشه
هندوپرستی انجام میداد، هیچ کار خلاف قانون انجام نداد. ما اصلا آموزش پرورش هم که بودجه پولی نداشتش که مثلا توش بخور بخوری باشه یا تو استفاده باشه، که پول پا تخت سیاه فلان اونا که نمیتونست که کسی هیچ جایی برای فساد نبود. و اون دادگاهی که ایشون رو متهم کرد به اشاعه فساد اخلاقی، یادش بیفته بهشتی و با هنر با کمک خانم پارسا استخدام وزارت آموزش و پرورش بودن، کتاب ها رو مخصوصا کتاب های دینی رو اونا می نوشتن. یعنی از چه منظری به ایشون میخواستن اتهام بزنن؟ چی کاره بود؟ بعد از انقلاب دشمنی باز مادر من نداشت، چون اصلا به اون مرحله نرسید. شاید اون آقایون داشتن، برای اینکه شاید یه دلایلی مادر من داشت که میگفت، یعنی مثلا میخواست بگه بابا اینا هم کار کردن تو رژیم شاه به این صورت به این صورت به این صورت. در دومین جلسه دادگاه خانم پارسای در خصوص کتاب‌های دینی میگوید: در آن زمان از کسانی امثال دکتر محمد جواد باهنر و آیت الله برقایی دعوت به عمل آمد که در تهیه و ترجمه دروس تعلیمات دینی و قرآن با این وزارتخانه همکاری به عمل آورند و کتاب‌های لازم را تهیه نمایند. محمد جواد باهنر یکی دیگر از طرفداران آیت الله خمینی بود که در طول دوران فعالیت سیاسی خود در دوران پهلوی دوم چندین بار زندانی شده بود. وی در بعد از انقلاب سال 57 با عضویت در شورای انقلاب ابتدا نماینده مجلس شورای اسلامی و سپس به مدت یک سال عهده‌دار وزارت آموزش و پرورش شد و در حالی که به عنوان 43 نخست وزیر ایران انتخاب شده بود در بمب‌گذاری دفتر نخست وزیری در تهران کشته شد. گزارش منتشره در روزنامه کیهان به تاریخ 7 اردیبهشت سال 1359 از جریان دفاعیات خانم پارسای حکایت از استناد این دادگاه به گزارش‌های ساواک در جریان محاکمه ایشان دارد. چیزی که شنیدم توی محاکمه‌اش مطرح شده اینه که یک گزارشاتی می اومد درباره‌اش، مثلا فرض کنم که شوهر خواهر شیرین سخن که شوهرش بود سفر بود شیرین سخن گفت اونم دارم از پاکستان از این پنجره های درست کردم، پاکستانی های چیزای چوبی فلان اینا که برایش نمیدن کادو آورده از این حرفا. وقت بعد از انقلاب رفته بودن اینا رو در آوردن علیش استفاده میکردن، وقت این میگفتش میگفته بود که سواک برای من پرونده سازی کرده. ما هیچ چیزی رو که مثلا اگر گزارشاتی هم اومده بوده فلان اینها علیهش استفاده نشد، تو پرونده علیه منم پرونده من هم یه چیزایی اومده بود. سند ساواک اطلاعات خام که سند نیست، که یه چیزای مردم تو هر حرف میزنن میگن فلان اینا میاد توی پرونده. خانم پارسا شنیدم تو دادگاه اونا گفته که ساواک برای من ایجاد مزاحمت میکرده برای اینکه در جواب اینه که اینا از اون مطالب پرونده استفاده کرده بودن علیهش، وقت این فکر کرده که ما مثلا روش پرونده ساختیم، ولی علیه خانم پارسا ما عملا هیچ کاری نکردیم. فرخرو پارسای به جرم حیف و میل و غارت بیت المال و اشاعه فساد و فحشا در فرهنگ مملکت با به کار گماردن افراد هرزه در سمت‌های مهم وزارتی و ترتیب دادن اردوگاه‌های اختلاطی و زیر پا گذاشتن اخلاق اسلامی از ائمه کفر و زلال و از مصادیق روشن مفسدین فی الارض تشخیص داده و مطابق نص صریح قرآن محکوم به اعدام و استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول شد. این حکم ساعت 1:30 بامداد روز 18 اردیبهشت 59 به اجرا درآمد. حتی پدرم اینا فردا صبحش از رادیو شنیدن که این اعدام انجام شده، اعدام که این تیر خوردن انجام شده. در بهشت زهرا وقتی که میخواستن جنازه رو بشورن و اینا، خب چند تا از اون آدم هایی که اونجا بودن میگفتن نمی کنیم، بنابراین شکو جون و محشید این دوتا رفتن خودشون جنازه رو تمیز کردن. صدور حکم مفسد فی الارض و اجرای آن برای خانم پارسای باعث شد تا مسئولین بهشت زهرا از شستن پیکر ایشان نیز خودداری کنند. دوتا از عمه های من رفتن تو و خانم مسیحنیا رفت تو
بعد من گفتم منم میخوام بیام، منم میخوام بیام ببینم و اینا. من موقع حامله بودم بچه دومم، گفتم منم میخوام بیام. اول گفتن نه و نو، گفتم من میام تو. به هر حال من بردن تو. یادمه که مادرم یه دونه تن مادرم یه دونه ژاکت سیاه کرده بودن و صورتش هم آروم آروم بود، واقعا هنوز من یادمه آروم آروم بود. حدود یه 10 دقیقه من اونجا وایسادم، ولی بعد منو بیرونم کردن. و میگن اولا فقط یک دونه گلوله بود که از پشت خورده بود و از سینه در آمده بود. یکی از دوستان من که همون اوائل دستگیر شده بود، جز خاطراتی که بیان میگرد، میگفتش که خانم پارسا، من و تعدادی زن توی یک سلول بسیار کوچک بودیم. میگفت وقتی که حکم اعدام صادر شد، چون اصلا ناراحت نبود، میگفت زنهایی که تو اتاق بودن شروع کردن گری کردن و این همه رو دلداری میداد. وقتی که صداش کردن که بیا برای اجرای حکم، گفت در کمال خونسردی و شهامت با تک تک ما خداحافظی کرد، ما جبوسی کرد، نصیحت کرد. میگفت بازم بچه شروع به گری کردن اینا، ولی کن همه رو نصیحت میکرد این اشخاطون با کنین، این کارا چیه، مسئله طبیعی زندگی هر کسیه که پیشم میاد مرگه. و خیلی آروم و خونسرد رفت و اون خاطره برای ما تا ابد باقی میمونه که یک نفر چقدر میتونه متکی به نفس باشه، اعتماد به خودش داشته باشه و به عقایدش که این چنین راحت به سوی مرد داره میره. ولی در این میان میبینیم که بنی صدر سعی میکنه از مرگ خانم پارسا رو نجات بده، حتی میره از آیت الله خمینی نامه میگیره مبنی بر این که اینو نکشین، اعدام نکنین. ولی تا بیاد نامه رو برسونه به افرادی که نامه بهشون ابلاغ شده بود، اینا کار خودشون رو به فوریت انجام میدن. ماها هممون مسلمان بودیم، مسلمانی های اون موقع خیلی با الان فرق داره. من مادرم نماز میخوند، مادر بزرگم نماز میخوند. شاید یکی از دلایلش اینم که فکر میکردن که و موندن برای این بود که دید الان رو از اسلام نداشتن. نه تنها از بین رفتن خانم پارسا، و اینقدر همه براش احترام داشتیم و محبت داشتیم، ولی اصلا این به این طریق در اون محل به اون نه از بین رفتنش واقعا یک ضربه شدیدی بود و خیلی دردناک بود، خیلی دردناک بود. اینکه سمبل تمام اعتقادات این مملکت بود به جای زن. شاید گناه بزرگ این زن از دید جمهوری اسلامی بود که چرا دختران لایقی تربیت کردی که اینچنین موی دماغ ما بشوند که آخرش برسه به انقلاب فمینیستی مهسا. موقع خاک سپاری هم یه خانومی هم اومد رد شد، یه دونه گل گذاشت، گل سرخ گذاشت سر خاک و گریه کنون رفت. پدرم یکی فرستاد گفت برو ببین خانوم کیه. یکی از خلاصه همراه ها رفته بود و پرسیده بود که شما از کجا این خانومو میشناسین و شما کی هستین و اینا. ایشون گفته بودن که چه اهمیت داره من کی هستم. ایشون معلم من بود، استاد من بود، مادری برام کرد. سوال سختی بپرسید. و واقعا من 4 سال نتونستم گریه کنم. فکر کردم اگه گریه کنم یه خیانتی بهش کردم، یعنی یه ضعفی نشون دادم. بعد 4 سال که رفتم ایران و که سر خاکش رفتم و اینا، هنوزم میگم که آیا ما میدونیم که اونجا مادرمو خاک کردن یا اینکه همجوری حدس میزنیم؟ البته خواهرم که تهران بود مهشید میگه که نه همینجا بود، ولی خب 2 دفعه سنگ گذاشتن و سنگو خورد کردن و فرداش که رفتن بهن سنگ خورد شده و رفته.